درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگانی که در راه ایران زمین جانشون را دست دادن، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح و نظامیان. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، به خلاف گذشته امروز فقط آرم کنگره همبستگی هست. دلیلش این است که این در خود استودیوی پارس تهیه میشه و ما فراموش کردیم که اون آرم مربوطه هم به اینجا منتقل بکنیم. در هر صورت من تاکید میکنم که این برنامه مشترک کنگره و جبهه هر دو است. همونطوری که در هفته گذشته من اعلام کردم، این برنامه امروز یک برنامه ویژه است، فقط برای بزرگداشت زنده‌یاد مهندس نادر پیمایی. و در این برنامه من استدعا کردم از دو تا از سروران عزیزم، جناب دکتر رهنوردی و جناب آقای دکتر پرویز کوپایی، که در این برنامه مشارکت بفرمایند. همونطوری که اطلاع دارید، مرحوم مهندس نادر پیمایی که از دوستان بسیار صمیمی جناب دکتر حسن رهنوردی بودن، به همین علت من الان استدعا میکنم در مورد مهندس نادر پیمایی، که به طوری که ما در آگاهی نامه مربوطه نوشتیم، واقعا ایشون گوهر درخشان تمام اپوزیسیون بود و ستاره زرینی بود که به تمام کنگره و جبهه ایشون نوربخشی میکردن. من حالا خواهش میکنم جناب آقای دکتر حسن رهنوردی، دوست بسیار صمیمی مرحوم روانشاد، روان همیشه زنده یاد، مهندس پیمایی، تا حدودی که مایل هستن در حدود 5 دقیقه حداکثر صحبت بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر رهنوردی. خیلی متشکرم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان محترم. درود میفرستم، آرزو میکنم که نوروز باستانی را با شادی گذرانده باشید و سالهای بهتری در پیش داشته باشید. من را جناب آقای دکتر نصر متشکرم، سپاسگزارم که همیشه در این نوع خدمات پیشگام بودن، همیشه پیش قدم بودن، و ازشون تشکر میکنم. این مجلس را که فقط برای بزرگ داشت و یاد بوده زنده یاد مهندس نادر پیمایی تشکیل دادن، این جلسه را به اصطلاح برپا کردن و بنده را هم دعوت کردن. حضورتون عرض کنم که مهندس نادر پیمایی، ما در حدود میتونم بگم بدون اغراق 34 سال در همین شهر لس آنجلس با هم مبارزه کردیم، یعنی در کنار هم، نه اینکه با هم، در کنار هم مبارزه کردیم، در گروه های مختلف با هم، بی هم، گروه های مختلف، ولی تنها ما یک نظر داشتیم، اون هم عبارت بود از براندازی رژیم جمهوری اسلامی. در این مدت حقیقتا من حقیقت امری میگم، نادر دریافتم که نادر پیمایی یک ناسیونالیست به تمام معنا، یک کسی بود که تمام وجودش، تمام ذرات وجودش ایران را میپرستید، یک آذری بود که خاک وطنش را عاشق بود. و یادم میاد اوایل که اومده بودم اینجا، این تجزیه طلبا شروع کرد من به یه مقداری فعالیت و این فوق العاده ناراحت میشد، و اگر تا اونجا که اینها را نمیشون سر جاش ساکت نمیشست. نادر قلم بسیار شیوایی داشت و تا حالا چندین کتاب نوشته که کتاباش عرض کردم همش دارم، و اون هم به امضای اموغلی عزیز، چون ما انقدر به هم نزدیک بودیم که به هم دیگه اموغلی میگفتیم. نادر انسان صمیمی بود و انسان زحمتکش. یادم میاد که از سندیاگو میکوبید میمد اینجا که در یه جلسه سیاسی شرکت بکنه. وقتی بهش میگفتم که نادر جان این راه خیلی دوره، تو اذیت نمیشی؟ گفت نه،
من دوست دارم رانندگی بکنم. و در آخرین تلفنی که با هم صحبت کردیم دو سه روز قبل از فوتش گفتم خب کی هم دیگه رو ببینیم؟ گفت من دیگه نمیتونم رانندگی بکنم. گفتم خیلی خوب، من ترتیب میدم بیام پلود و تو رو ببینم. به هر حال ما یک انسان بزرگ و یک مبارز سرسخت و یک وطن پرست صدیق رو از دست دادیم. اینه بدون اغراق میگم، یعنی این هیچ کاری نداشت. از اون روز که بازنشسته شده بود که اومده بود اینجا، تنها کارش مبارزه بود و در این راه از هیچ گونه فداکاری، مخصوصا مدتی که با هم در کنگره هم بستگی بودیم در خدمت جناب دکتر نصر، میدونم چطور این با صمیمیت سعی میکرد که وظایفش انجام بده. هر کار سختی بود به گردنش میذاشتیم. و من باشم از آقای جناب دکتر نصر تشکر میکنم که این برنامه رو گذاشتن و ما از این مرد بزرگ به اصطلاح یادبودی داشته باشیم و مقامش رو گرامی بداریم و در هر کجا هست براش شادی آرزو کنیم. خیلی متشکرم. بسیار متشکر جناب دکتر. من چون وقت محدود هست بنده خیلی صحبت نخواهم کرد. اکنون از جناب دکتر پرویز کوپایی استدعا میکنم ایشون بیاناتی بفرمایند. همونطوری که دوستان شاید اطلاع داشته باشن، آقای مهندس نادر پیمایی هم طوری که جناب راهنوردی اشاره فرمودن نویسنده توانا بود و در این راه و در کار ادبیات و پژوهشگری در مورد فارسی تاریخ ایران بسیار تبحر داشت و با آقای دکتر کوپایی در این زمینه در بسیاری از موارد همکاری می‌کردند. آقای دکتر کوپایی هم قبل از اینکه خانم دفتریان بیان به ما ملحق بشن و ما رو یه مقداری از نظر فارسی نویسی اصلاح بکنن، ایشون با تبحری که در این کار داشتن و افتخار ما داشتیم که و داریم که ایشون به عنوان مشاور کنگره همبستگی با ما همکاری می‌کنن، ما رو اصلاح می‌کردن. این است که ایشون یک پژوهشگر ایرانی و محقق به نام هستند، احتیاج به معرفی ندارند. من از ایشون استدعا میکنم که ایشون هم در حدود 5 دقیقه بیاناتی بفرمایند. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر نصر اصفهانی و همچنین از اون سپاسگزارم که این برنامه را به یاد آقای مهندس نادر پیمایی دوست گرامی ما برپا کردید که در باره ایشون گفتگوهایی داشته باشیم. آقای پیمایی یک انسان بسیار دوست داشتنی بود که من در 15 سال پیش با ایشون آشنا شدم، آن هم برای کتابچه‌ای بود که ایشون در باره تیره‌های ایرانی و آذری نوشته بودند و بر این باور بودند که این تیره‌ها همه ایرانی هستند و گفتگوهایی که درباره جدایی تیره‌ها در ایران میشد بسیار ناپسند و نابجاست و بایستی که ما همدیگر رو داشته باشیم، چون ایران ما یک موزاییک بزرگه و این موزاییک هاست که به این سرزمین زیبایی میده. من به این با این کتاب با ایشون آشنا شدم از راه دور، پس از آن که ماها و روزها گذشت و ما بیشتر هم دیگر رو دیدیم، من با کارهای ایشون بیشتر آشنا شدم و به این پی بردم که انسانی ایران دوست راستین و کسی که همه رگ و پود ساختارش و دلش برای ایران میتپه، یک همچین آدمی هست که دور از ایرانه و همیشه به یاد آزادی و دموکراسی و برپای دموکراسی و مردم سالاری در ایران هست و با نوشتارهایی که در این باره می نوشتند بیشتر ما را روشن می کرد و به دشواری هایی که در فرهنگمون داریم و باورهای غلطی که داریم ما را بیشتر آشنا می کرد. به هر روی من آقای مهندس نادر پیمایی را انسانی فرهیخته، دوست داشتنی، پژوهشگر،
سخنور و نویسنده زبردست می دیدم. نوشتارهای فراوانی نوشتند و چندین کتاب درباره فرهنگ ایران و تیره‌های ایرانی نوشتند و در دسترس دوستان گذاشتند که هنوز همه است و دوستانی که علاقمند هستند میتونن این کتاب‌ها نوشتارها را به دست بیارن. همچنین در سال‌هایی که گذشت ایشون همواره در برنامه‌های رادیویی و تلویزیون زبان فارسی آمریکا شرکت داشتند و یکی از فداکاران و سخت کاران انجمن همبستگی ایرانیان بودند که همه اندیشه‌شون در این باره بود که از این کار دور نمانند و به برنامه ها برسند، وقتی از دست ندهند، و برای همین هدف ایشون از سان دیگو برای 3 ساعت رانندگی میکرد که بیاد لس آنجلس و در همین استودیو آماده باشه که به سخنرانی ها و برنامه های خوب خودش ادامه بده و این کارها سالها کردند. همچنین در همایش هایی که ما در اورنج کانتی و در همین لس آنجلس داشتیم، من بارها ازشون خواهش کردم که بیان اونجا و برای کسانی که در اون همایشا بودن سخن بگن و ایشان میمدند با علاقه از سان دیگو میکوبیدن و رانندگی میکردن، میمدن در این برنامه ها شرکت میکردن و یک شب هم ما را سرپرایز کردن به این نام که ایشون ویولون خودشون رو با خودشون آوردند و اونجا برای دوستانی که در همایش بودن ویولون زدن. من نمیدونستم که آقای دکتر پیمایی هنرمند هم هستند، ولی به هر روی جایشون خالیه و همیشه نامشون پایدار خواهد ماند در فرهنگ ایران و برای کسانی که در آینده به این آب و خاک علاقه من هستند ایشون چراغ راهی هست. بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزار جناب دکتر کوپایی. و البته حق این است که ما یه برنامه مفصلی در مورد شناسایی کتاب‌هایشون داشته باشیم که امیدواریم این کار رو انجام بدیم. تا موقعی که اتاق فرمان بتواند آقای مسعود صدر که سخنران بعدی هستن بیارن روی خط، من میخوام اینجا به عموم ایرانیان به ویژه در اهالی لس آنجلس اعلام بکنم که علاوه بر این برنامه امروز ما یک بزرگداشت دیگری در یک شنبه آینده خواهیم داشت که البته در این زمینه آگاهی نامش مجدداً با تفصیل بیشتر پخش خواهد شد. در محل اولمپیک کلکشن هست که آدرسش هم بعداً اعلام می‌خواهیم کرد، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر روز یک شنبه و روز یک شنبه 13 هفته آینده. در هر صورت من تقاضام از همه اهالی میهن پرست و یا ادب دوست و یا مبارز ایرانی و ناسیونالیستا تقاضا دارم که برای بزرگداشت این مرد بزرگ تا حدودی که میتوانند در این برنامه شرکت بکنند. من منتظر هستم که آقای مسعود صدر رو بیارن رو برنامه. علت این که من از آقای مسعود صدر تقاضا کردم تشریف بیارن این است که در هفته گذشته همونطوری که در برنامه ایشون مراجعه فرمودن بینندگان عزیز، بدون این که ما تماسی داشته باشیم، ایشون با دیدن برنامه‌ای که ما اجرا کردیم قبل از ایشون و از این به اصطلاح درگذشت این مرد بزرگ آگاه شدن، خودشون بیش از در حدود شاید 20 دقیقه در مورد این مرد بزرگ صحبت کردند و این نشانه اینگر هست که هم آقای پیمایی چقدر مورد محبوبیت و مقبولیت همه ملت ایران بوده و همین که آقای سعد تا چه حدود به کسانی که خدمتگزار ملت ایران هستند ارج می نهند. من باز یادآوری می کنم که در برنامه یک شنبه 13 هفته آینده ایرانیان عزیز مقیم لس آنجلس، سان دیگو، اطراف، هر جا براشون مقدور هست در این برنامه مشارکت بفرمایند. ما منتظر هستیم که اتاق فرمان آقای صدر رو یا به صورت تصویری یا به صورت
اسکایپ بیارن روی خط و بعد من از آقای دکتر رهنوردی خواهش خواهم کرد که ایشون رو معرفی بفرمایند و برنامه رو از ایشون بخواهند که به هر ترتیبی ممکن هست اجرا بکنند. بسیار سپاسگزارم و امیدوار هستیم که این کار به زودی انجام بگیره. بله هستم، درود بر شما. میخواستم که فکر میکردیم روی اسکایپ هستید، منتظر بودیم که قیافه خیلی زیبا و مردانه و بلند شما رو ببینیم. در هر صورت خواستم خدمت هموطنان عرض بکنم و بینندگان که مسعود سج یکی از مبارزین برجسته اپوزیسیون خارج هستند. سالهای سال بنده به ایشون ارادت می‌ورزم، ایشون به بنده لطف دارن و صدر یک نمونه کامل یک وطن پرسته به تمام عیار. هم نویسنده است. جناب دکتر رهنوردی می‌شنوم؟ بله بله بنده هستم. درود بر جناب عالی. درود بر جناب عالی. بنده خواستم خدمت بینندگان و هموطنان شما رو معرفی کنم. البته شما احتیاج به معرفی ندارید دیگه، شما اون چی که خوبان هم بدارن شما تنها دارید. مسعود سج یک شاعر به تمام معنی است، شاعری است که من این شاعر میپرستم. برای چی؟ برای اینکه تمام اشعارش وطنیه، تمام اشعارش بر وطن و بر مبارزه و بر نجات وطن و بر بزرگی ایرانه و شعرهایی که گفتن، نوارهایی که تهیه کردن برای تمام ایام در تاریخ خواهد موند. من به شما درود میفرستم آقای سج. درود بر جناب عالی. البته اینجا طبیعی است که الان نه فرصتی هست نه حوصله‌ای برای تعارفات کردن، اما من دلم میخواد که به این مسئله اشاره کنم که خود جناب عالی به عنوان یک پیشکسوتی که سالیان سال، یعنی در زمانی که من اون کتاب در حقیقت سکوی آرزوها رو، یه اولین کتاب جناب عالی رو میخوندم، اونجا بود که پی بردم که دکتر رهنوردی کیست، از کجا در کوپه های قطار همراه پدر درس میآموزه، درس و بعد میاد میشه در بالاترین مدارج و مقامات کشوری و شغلی قرار میگیره و حالا موقع پرداختن به این قضیه نیست، ولی به هر حال بنده هم بسیار خوشبختم از صحبت با جناب عالی. خیلی متشکرم. درود بر جناب عالی. جناب سعد، من نصر اصفهانی هستم، ارادتمند. من چون اینجا به صورت پنل اداره میکنیم اینجا رو، این بود که از جناب دکتر رهنوردی که به جناب عالی ارادت بسیار زیاد دارن خواهش کردم که جناب عالی معرفی کنن. در هر صورت در خدمتون هستیم. استدعا میکنم در حدود 5 دقیقه جناب عالی که هفته گذشته واقعا به قول معروف سنگ تمام گذاشتید در بود پیمایی، ولی میخوام استدعا کنم که در این هفته هم در این برنامه هم 5 دقیقه بینندگان رو نسبت به خصوصیات آقای مهندس پیمایی بیشتر آشنا بفرمایید. بسیار سپاسگزارم. دکتر نصر اصفهانی بسیار عزیز، به حضور و به آمدن شما رو به استودیو خوش آمد میگم و درود بر جناب عالی. به شما هم بسیار ارادت دارم به معنی واقعی کلمه. این آقای مهندس پیمایی همینطور که اشاره کردید در دو هفته گذشته مورد بحث ما بود، در صدر جدول گفتگو قرار گرفت، باعث بسیار تأسف شد. من شخصا خیلی قصه خوردم، خیلی روز اول جا خوردم واقعا. و آقای پیمایی رو اونایی که باش آشنا هستن از نزدیک دقیقا میدونن که اگر یک وطن پرست، اگر یک عاشق ایران را بخوایم نام ببریم، قدر مسلم یکی از افرادی است که در بالای جدول قرار میگیره. وجودش، حضورش در هر مجلسی در حقیقت بوی عشق به ایران میداد، یا قلم در دستش بود،
وقتی در حال نوشتن بود یا مقابل کتاب بود در حال خواندن بود یا در مقابل دوربین ها و میکروفون ها قرار میگرفت. یک وطن دوست به معنی واقعی کلمه بود، یک آذری بود، اما تمام ایران برای ایشون به معنی آذربایجان بود. همیشه وحشت از جدایی داشت، همیشه وحشت از تجزیه قسمت های مختلف ایران را داشت. کتاب ها نوشت، قلم ها در حقیقت فرسوده کرد، جوهرها مصرف کرد، تمام وجود خودش رو، نمیگم جان خودش رو، بر سر ایران گذاشت. ولی آنچه که مسلم هست، من با اطمینان میتونم بگم که بسیار در مورد ایران انرژی مصرف کرد و شاید اگر به این صورت نبود دچار این همه گرفتاری های جسمی و قلبی و این ناراحتی هم شاید کمتر لااقل میشد. مطمئنم این که از خدمتتون میکنم. آثار و نوشته های باقی مونده، کتاب ها، فصلنامه ها، یادداشت ها و تمام اون چه که از مهندس نادر پیمایی باقی است، همه و همه باز عرض میکنم که در ارتباط او و عشق او به ایران عزیز هست. شخصیت بسیار جالب بود، با هیچ کس مطلقا در مقام، من مطمئنم جناب آقای دکتر و همینطور دکتر رهنوردی، آقای دکتر نصر اصفهانی تایید میفرمایید که مهندس پیمایی شخصیتی بود که به هیچ وجه تحت هیچ عنوان با کسی تعارف نمیکرد، اهل مماشات نبود، از کسی بی جهت تعریف نمیکرد، حتی خیلی ها ظاهرا در یک لحظه از او میرنجید به خاطر صراحتی که در گفته های او بود، ولی وقتی که به خودشون می آمدند متوجه می شدند که آنچه که نادر پیمایی گفت حقیقت بود، درباره ایران بود. گرام هست که گفت، چون فرمودید 5-6 دقیقه، به همین دلیل تونتر دارم صحبت می کنم، اما گفتنی ها در مورد مهندس نادر پیمایی بسیار هست. زمانی که در مورد همین شورا، همین شورای ملی که طبیعتا هم شما هم آقای دکتر رهنوردی بهتر، چون حضورم داشتن در این مجالس و داستان ها، حالا با اون کاری نداریم، اما در حال زمانی که در مورد انتقاد برمی اومد و سخن ها بر لب می آورد، حتی در یکی از این برنامه ها که زنده اجرا می کرد در تلویزیون، که اتفاقا برنامه بنده درست بعد از برنامه شما و برنامه ایشون بود، من ایشون رو دعوت کردم که بیاد در برنامه و در مورد شورا صحبت بکنیم. خب آنچه که انتقاد بود رو گفت، آنچه که خیلی ها دوست نداشتن رو گفت، اما حقیقت رو گفت و گفت و بسیار حتی از یه عده‌ای بد شنید، ناسزا شنید، حتی دشنام شنید، اما با گذشت زمان دیدید و دیدیم و دیدم که آنچه گفت و آنچه اظهار کرد رو روی غرض نگفت، بلکه حقیقت و واقعیتی رو در پیش روی خودش میدید که ابراز میکرد. به هر حال فقدانش و درگذشتش بسیار باعث تأسف شد و باز عرض میکنم که من هم طبیعی است که بیش از حد معمول در این ارتباط خبر قصه خوردم و متأثر شدم. روح شاد و روانش شاد. بسیار سپاسگزار جناب صدر. حالا امیدواریم که در برنامه های بعدی که برای ایشون خواهیم داشت جناب عالی هم شرکت بفرمایید، به خصوص در هفته آینده که روز 13 در عرض کنم که المپیک کلکشن ما مراسمی خواهیم داشت 3-5 بعد از ظهر. جناب عالی هم اگه فرصتی باشد بتوانید اونجا سرفراز بریم. بسیار سپاسگزارم. بنده بدرود عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنون آقای صدر. بدرود. رانوردی آقای دکتر نصرانی، روزتون خوش. سپاسگزار. سخنان بعدی ما سرکار خانم شهناز سودایی هستند که ایشون از سازمان پیام در مونترال کانادا هستند و عضو هموند جبهه هماهنگ مبارزان ایران به عنوان یکی از افراد اون سازمان، یعنی سازمان پیام، در اون برنامه‌های ما شرکت میکنن. ایشون یکی از نویسندگان بسیار خوب هستن و در حدود 8 رادیو پیام رو در کانادا اداره میکردن. خط 2. سرکار خانم سودایی تشریف دارین؟ با
بله من هستم. درود بر جنابعالی. من جنابعالی رو مختصر معرفی کردم، میخواستم خواهش کنم که جنابعالی اگه بتوانید در حدود 5 دقیقه وقت تنظیم بفرمایید که در مورد آقای مهندس نادر پیمایی که این جلسه رو ما در خدمت جناب دکتر رهنوردی و جناب دکتر کوپایی داریم، جنابعالی بفرمایید. درود بر شما خانم صدایی. درود بر شما درود بر دیگر همراستانی که در کنار شما هستن، همه ایرانیان در ایران. بفرمید قربان، خواهش بکنم. اگر اجازه بدین من میخوام در رابطه با جناب سندیاد مهندس نادر پیمایی صحبتی داشته باشم و اینکه چه حساسیتی بر روی نام و به ویژه خطه آذربایجان و کردستان داشتن. به آذربایجانی طور گفتن خطا است. آریایی هم بلیاد مهندس نادر پیمایی یکی از اسطوره ها و فرهیختگان مبارز خطه آذرآبادگان و عاشق ایران آریایی، نویسنده تحریرگر تبان، قلبش مالامال از عشق به میهنش و مردم میهنش و در تلاش برای جلوگیری از تجزیه ایران به ویژه آذربایجان و کردستانی بود، در این باره کتاب نوشت، نامه های سرگشاده فرستاد و در برنامه های تلویزیونی به نگرانی عمیق خود را از طرح توطئه ها و نقد های شوم تجزیه که به گوش می رسید رازی داشت و با آنها در مبارزه بود. در این باور بود که اگر تندباد حوادث قسمتی از شاخ و برگ درخت کهن وطنمان را در هم شکست است نه جدا کرده، اما این درخت کهنسال هنوز ریشه عمیقی در دل خاک میهنمان دارد که هرگز تحت هیچ شرایط و زمانی مردم قوی و دلاور آذربایجان و کردستان را خواهان نبوده و نیست و با موشهای محکم خود به دهان یاو گویان تجزیه طلب کوبیده و میکوبید و بر این امر تاکید میورزید که موضوع تجزیه آذربایجان متاسفانه با حمایت به همسایه کشورمان یعنی جمهوری آذربایجان و ترکیه عنوان گردیده و بیشتر به نگرانیاش در این مورد بود و چند روح ناک و غم‌انگیز است سالیانی دیدار وطن آزاد و آباد را در دل داشتن اما بر خاک قربت نهادن و چشم از جهان فرو بستن. افسوس و اندوه تلخم را نمیتوانم پنهان کنم. نبودن راد مردی فرهیخته و مبارز قیور و نیک اندیشی که تا آخرین وانستای عمر خود برای آگاهی دادن به هممیهنانش و همبستگی مبارزان با یکدیگر تلاش دست نکشید، یاد ما آموخت که خاموش ننشینیم و پذیراگر زندگی ننگی نباشیم و صحنه این مبارزه را همواره آزادی ایران و یک پارچه شدن آن و سرنگونی رژیم چور نگه داریم و دست در دست هم ادامه راهش باشیم. براستی مهندس نادر پیمایی زنده است. بزرگ مردی که نتوانست بوسه بر خاک وطن زند که آرزوی دیرینه‌اش بود و صبحانه این راه جاودانه تاریخ و در دلهای تک تک ایرانیان جای دارند. همدردم با جناب دکتر نصر اصفهانی عزیز گرامی، دردم با محترم مهندس نادر پیمایی و بازماندگانش و همدردم با شما، با شما و یارانش، با هموندگان، با مبارزان راستین و همه ایرانیان در سراسر جهان. دانش را یاد خودش همواره زنده و جاوید باد و اینک تاریخ برگ زرین دیگری را در دل خود نمود. زندگیات مهندس نادر پیمایی، نادر زمان. بسیار سپاسگزار خانم سودایی و همینطور طبق معمول حد وقت جنابعالی صحبت بفرمایید بنده خب واقعا منقلب میشم ولی در هر صورت خودداری کردم. خیلی ممنون، سپاسگزار از مهر جنابعالی. بنده بدرود عرض میکنم خدمتتون. سخنان بعدی ما
آقای دکتر سعید حمزوی هستند که از نظر سازمانی چه در جبهه و چه در کنگره مسئول روابط خارجی به خصوص روابط با اتحادیه اروپا هستند، چون ایشون مقیم استراسبورگ هستند و یکی از پارلمان های اتحادیه اروپا در اون شهر واقع شده. با بسیاری از دولت مردان و سیاست مداران اتحادیه اروپا ایشون آشنایی دارند و چون خود ایشون نویسنده ای توانا و قلم به دست هستند، این است که من از ایشون خواهش کردم تشبین رو خط، اگر رو خط آمدن از جناب دکتر کوپایی خواهش میکنم که در این زمینه ایشون رو مختصرا معرفی بفرمایند و از ایشون بخواهند که در چه زمینه در مورد ادبیات و نشریات و کتاب هایی که ایشون منتشر کردن صحبت بکنند. بسیار سپاسگزارم. درود بر جناب علی. جناب دکتر حمزوی، درود بر شما جناب دکتر نصر. گوشی لحظه خدمتتون. جناب دکتر کوپایی میخوان شما رو معرفی بکنن. صدا میکنم. درود بر شما، امیدوارم که این روزها بر شما فرخنده باشه و خبرهای مانند در گذشت آقای پیمایی را نداشته باشیم، گرچه ایشون هم میشه نام نیکش پایدار هست. آنطور که من شنیدم شما در نوشتن مقاله ها درباره فرهنگ ایران خیلی زبردست هستید و توانا، و از شما خواهش میکنم درباره آنچه که در کارهای آقای نادر پیمایی میبینید برای ما روشنگری بفرمایید. متشکرم قربان. بسیار سپاسگزارم که این فرصت را به من دادید که درباره دوست عزیزی میهن پرست، مبارزی خسته ناپذیر، چند کلمه با هم میهنان عزیز صحبت کنم. در پیمایی کی بود و چه میگفت؟ حافظ در وصف این گونه اشخاص میگوید: چنان زندگانی کن اندر جهان که چون مرده باشی نگویند مرد. امروز میخواهم به شما بگویم نادر پیمایی نمرده است. نام نیک او در تاریخ سیاسی و مبارزاتی و در تاریخ ادبی و هنری ایران و به عنوان بنیانگذار گروه سیاسی نگهبانان یک پارچگی ایران برای همیشه زنده خواهد ماند. دانشجوی با استعداد آذربایجانی پلی‌تکنیک تهران را با شور آزادخواهی به پایان می‌برد و برای تکمیل تحصیلات خود به انگلستان پس از عقص مدرک بالاتر به ایران باز می‌گردد و در سمت یکی از مدیران صنعت آب مشغول به کار می‌شود. در اثر استعداد و نظم فکری و دانش فنی فوق‌العاده در مقام مدیر ارشد در تکمیل پروژه‌های تأمین آب پایتخت و سایر نقاط کشور کارهای اساسی انجام می‌دهد و یادگاری که آب سالها با قیمت نازل و با مرغوبیت به دست مردم رسید حاصل زحمات مهندس پیمایی و همکاران خوب اوست. دولت مردی درستکار و نیکنام که خدمات بزرگش میهنان و کشور ایران در آب و برق خوزستان و در وزارت آبادانی و مسکن فراموش نمی شود. پس از اقامت در امریکا به دنبال این می گشت که چه شد ببخشید که ایران را که داشت سرعت پیش می رفت و کمبودهای اجتماعی و سیاسی در جریان پیشرفت دموکراسی راه بهبود و جبران را می پیمود، ناگهان جامعه عاده دگرگونی سیاستی شود و برچیدن نظام موجود بپردازد و دستاورد قدرت مشروطیت را که حاصل مبارزه پدران ما با استبداد و استعمار بود تا
پایمال و درست در نقطه مقابل آن، یعنی برقراری مشروعه، به میدان و حرکت نماید. در پی این سوالات بود که نادر پیمایی تمام وقت خود را صرف مطالعه نمود که نتیجه آن تحقیقات تعداد قابل توجهی کتاب ارزنده از اوست. مقالات، بیانیه ها، هشدار و نامه های سرگشاده که از او باقی مانده است مبین میزان فداکاری و صداقت و جانفشانی او در راه میهن است که به نام او به ثبت خواهد رسید. برای کشور عزیزش عاشقی بیقرار و حدی برای عشقش قائل نبود. ای در این راه تا بی نهایت رفته بود. بر سر ایران حاضر نبود با کسی کوتاه بیاید و یا با کسی و گروهی مماشات کند. در ذاتش خشونت وجود نداشت، ولی در عوض بسیار قاطع و برنده بود. سیاسی با مکتب ماکیاولی میانه خوبی نداشت. از این شاخه به آن شاخه نمی پرید. عقیده داشت از راه مردم و همراه با مردم و با توسل به تاریخ ایران نجات خواهد یافت. برای نیل به این مقصود از ابتدای تأسیس کنگره همبستگی ایرانیان به مشارکت پرداخت و به سرعت به ستونی پرقدرت بدل شد. مؤسس و بنیانگذار نگهبانان یکپارچگی ایران و عضو افتخارآفرین جبهه هماهنگ مبارزان ایران گردید. او در جستجوی آزادی ایران لحظه‌ای غفلت نمی‌کرد. عاشقانه به حقیقت رسیده بود و اصالت کردار و عملش را از آن منبع دریافت کرد. سر وارستگی چشم دل داشت و شایستگی این روشنایی را از راه ریاضت و ممارست و درستکاری کردن و وفای به عهد به دست آورده بود. او زنده است و نام نیکش بر صفحه تاریخ ایران دانه خواهد ماند. من به همین مختصر بسنده می کنم تا دوستان دانشمند و ادیبی که در جلسه دور دارند حق مطلب را بیشتر ادا فرمایند. باز شما متشکرم. باز ایران. بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم و از آگاهی هایی که دارید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دوستانی که به ایران علاقه‌مندند و کشور اون آب و خاک را دوست دارند به این گفتار شما بیشتر دل بدند و نوشتارها و گفتارهایی که آقای پیمایی هم در گذشته گفتند و کتابهایی هم که نوشتن بخوانند و به فرهنگ کشورمون بیشتر روشنی بدن که بتونیم از اون بهره‌مند بشیم و با هم باشیم و اون همبستگی که ملت ما و مردم ما نیاز داره بم بپردازیم. با سپاس فراوان از شما. جناب دکتر حمزوی، بندم به سهم خودم از جناب عالی سپاسگزاری میکنم و به خصوص تاکید میکنم که ایشون در تحصیلات خارجش متخصص توربین های آبی بود، به همین علت توانست خدمات شایسته‌ای به کشور ایران در این زمینه انجام بدهد. بنده به درود عرض میکنم جناب دکتر تا برنامه های بعدی. سخنران بعدی ما آقای دکتر احمد مصطفی‌آلو هستند که ایشون از سخنگوی سازمان پیام هستند و در مونترال کانادا تشریف دارند و خانم سودایی هم یه در واقع همکار بسیار مؤثر ایشون بوده اون هستند. من میخواستم از جناب دکتر مصطفی‌آلو و آقای دکتر رهنوردی ایشون رو باز معرفی بکنن در مورد عرض کنم که
قاطعیت ایشون و مبارزات ایشون آقای دکتر مصطفی رو صحبت بفرمایید. آقای مصطفی علو، درود بر شما. درود بر شما. آقا بنده اولا که حضورتون عرض کنم که محبت فرموده بود، پیام گذاشته بودید ولی شماره تلفنتون نذاشته بودید. من همین موضوع رو با آقای دکتر نش گفتم. و من دکتر رهنوردی هستم، حضورتون درود میفرستم. قربان عزادت میکنم و تجدید ارادت خدمت جناب عالی، جناب دکتر نز، دکتر هلاکویی و دکتر ممتاز عزیز و یک بار دیگر به جناب عالی آقای دکتر رهنوردی میگم امروزی. بله. عزادت میکنم و تجدید ارادت. خیلی متشکرم، بنده هم تشکر میکنم که جناب عالی این محبت فرمودید و در این جلسه شرکت میکنید. من شما را یک آذری وطن پرست، یک انسان فعال که دست از مبارزه ور نمیداره و در هر حال و در هر صورتی شما فعالیت خودتون انجام میدید و در اون کنگره همبستگی بنده خودم شاهد بودم که شما با چه ذوق و شوق و با چه انرژی و با چه مثلا اپتیمیستیک، با چه روحیه مثبت شما به کارها همیشه نگاه کردید و همیشه به اصطلاح گویای امید بودید و هیچ وقت ناامید نمی شدید. من به شما ارادت خاصی دارم و برای شما بهترین ها را آرزو می کنم و خواهشمندم که یک مقداری در مورد اماغلی خودمون زنده یاد مهندس نادر پیمایی مطالبی بفرمایید. خیلی متشکرم. سپاسدار هستم و من اجازه میخوام از ادب و تجدید ارادت داشته باشم به با همه هموطنان عزیزم، به ویژه خویشاوندان و دوستان محترم شادروان مهندس پیمایی در رضاییه. جناب دکتر رهنوردی، بنده مهندس پیمایی رو قبل از 2006 از طریق مصاحبه های وی در رسانه ها و معرفی کتاب هاش می شناختم و در 2006 شانس اونو داشتم در زمان برگزاری کنگره همبستگی ایرانیان از نزدیک افتخار آشنایی و دوستی پیدا کنم و خیلی اوقات در پای صحبت ایشون بودم و یاد می گرفتم و آخر مکالمه تلفنی ما یک هفته قبل از پرواز ایشون یا به بیان دیگر در گذشت ایشون بود که در دفاع از کنگره و جبهه صحبت کردیم و اشاره می کرد که دکتر نصر را نباید تنها گذاشت. مهندس نادر پیمایی مبارز کوشا بود و دلیرانه از منافع ایران و سرسختانه از تمامیت مرزی ایران دفاع می کرد و به همین مناسبت با تشکیل سازمان نگهبانان یک پارچگی ایران با دیگر وطن پرستان خطه آذربایجان، یادم هست پرسیدم چرا جناب مهندس پیمایی چرا گفت آذری ها پیشگام هستن، پیشمرگ هستن مثل همه هموطنان، همچون شیر استقلال و یک پارچگی ایران را نگهبانی میکرد که من هم افتخار عضویت در اون سازمان دارم و به بداندیشان و بیگانه پرستان مهندس پیمایی با شجاعت و صراحت میتاخت و با قلم توانایش با نوشتن نامه های سرگشاده، هشدارها، آگاهی نامه ها افشاگری میکرد. اما دریغا که گاهن به مطالب ایشون، به نوشته های ایشون بی‌اعتنایی میشد. من خطاب به آقای دکتر نصر دارم. جناب دکتر نصر محترم، دبیر کل محترم کنگره همبستگی ایرانیان و از روی جبهه هماهنگ مبارزان ایران، من برای ادای احترام به روان پاک نیک‌اندیش مهندس نادر پیمایی و آرزوی شکیبایی به جناب عالی، دوستان جناب مهندس پیمایی و اعضای کنگره و اعضای 35 سازمان جبهه هماهنگ مبارزان ایران، میثاق نامه کنگره همبستگی را که به قلم استاد گرامی هم آقای دکتر رهنوردی نوشته شده است با شما و هموندان دیگر تجدید می کنم و تا نجات هویت ایرانی
و برانسازی رژیم ضد ملی و ضد ایرانی جمهوری اسلامی تلاش کنم. یک بار دیگر کلاه از سر می دارم به یاد و به نام مهندس نادر پیمایی و دیگر نادرها و دیگر جنباختگان راه نجات ایرانی ادای احترام می کنم. یاد مهندس نادر پیمایی گرامی و روانش شاد. خیلی متشکرم آقای مصطفی آلود. به قدری گفتار شما صمیمانه و از ته قلب بود که تقریبا همه ما را متاثر کرد و من از شما تشکر میکنم. ولی اینه بدونید که اینهایی که در اینجا به این صورت فوت میکنن، اطمینان داشته باشید که اینها در حدود 60-70 درصد دق میکنن، یعنی قصه از دست دادن وطن، قصه غربت، اینها به صلاح عواملی هست که بدن انسان را برای امراض گوناگون آماده میکنه. و مهندس، من فکر میکنم که مهندس نادر پیمایی دق کرد و در غم این مملکت و در غم از دست رفتن هویتمون، مملکتمون، به خصوص به قول شما خیلیشون رنج میبرد موقعی که میدید که اسم جدایی پیش میاد، اصلا دیگه در اون موقع خودش نمیشناخت. در هر صورت باز هم از جناب عالی تشکر میکنم، برای شما بهترین آرزو میکنم. امیدوارم که همونطوری که نظرشون بود دوستان آقای دکتر نصر تنها نذارن و این مبارزه رو ادامه بدن تا مرز موفقیت. خیلی متشکرم. جناب دکتر مصطفی رو بندم به سهم خودم از جناب عالی بسیار سپاسگزارم و همینطوری که بنده اطلاع دارم جناب عالی با آقای مهندس پیمایی رابطه نزدیکتری از همه، بیشتر از همه همبندان داشتید در اونجا، نه به علت اینکه همزبان بودین، بلکه به علت از کنم که حضورتون در اون سازمان نگهبان یک پارچگی ایران و به خصوص اعتقاد قلبی که جنابالی به ایشون داشتید. من هم به سهم خودم سپاسگزارم، بدرود عرض میکنم با آرزوی موفقیت برای جنابالی و سازمان پیام. خیلی متشکرم. سپاس هستم قربان از همه جناب عالی، جناب دکتر لاکوی گرامی، جناب دکتر ممتاز و استادم جناب دکتر رهنوردی. باز هم سپاس هستم، باز هم خیلی ممنونم. جناب دکتر مصطفی، فقط من خواستم یادآوری کنم که این سرور بنده که تشریف دارن جناب آقای دکتر کوپایی هستن. در هر صورت اگر دکتر کوپایی اپوزیش هستن، بله، درود بر شما. خیلی متشکرم، مرسی. خیلی ممنون هستم. خواهش میکنم. عرض کنم که سخنران بعدی ما آقای دکتر امیر هوشمند ممتاز هستند. همونطوری که بینندگان عزیز اطلاع دارن، کنگره همبستگی ایرانیان دارای یک باور سیاسی مشخص نیست، بلکه همه باورها در این همبستگی جا دارن. به همین علت هم هست کنگره همبستگی، یعنی باورهای مختلف رو با همدیگه همبسته بکنن. بنابراین علاوه بر شخصیت‌هایی که به صورت جمهوری خواه در این کنگره شرکت دارن و همینطور در جبهه هماهنگ مبارزان ایران، به عنوان مثال جبهه ملی ایران هم در این برنامه همبستگی کنگره شرکت دارند و یکی از اعضای فعال جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند. آقای دکتر امیر هوشمند ممتاز، من خواهش میکنم که اگر روی خط هستند پاسخ بدن. آقای دکتر ممتاز. بله بله. درود بر جناب علی قربان. خیلی متشکر، سپاسگزار از اینکه قبول زحمت فرمودید و این برنامه تشریف آوردید. آقای دکتر کوپایی، یک مختصری جناب علی رو راجع به همون چیزی که من عرض کردم معرفی خواهند کرد، بعد وقت جناب علی استدعا میکنم که مطلب رو بفرمایید. بله آقای دکتر هوشمند ممتاز، درود بر شما
و خیلی خوشحالم که روی برنامه هستید که درباره آقای مهندس نادر پیمایی دوستان و شنوندگان را بیشتر آگاه بفرمایید، از توانایی و آگاهی‌هایی که شما درباره ایشان دارید و کارهایی که ایشان کردند و دوستان همکار ایشان در همبستگی ایرانیان و بیرون از همبستگی. خواهش میکنم شما ما را بیشتر آگاه بفرمایید. بسیار سپاسگزار خواهم بود. بفرمایید جناب دکتر ممتاز. با درود به دوستان و مبارزان راه آزادی، عرض کنم از حدود 17 سال پیش ایشون رو من میشناسم و در سندیگو زندگی میکردن. گاهی به کالیفرنیا، قسمت جنوبی کالیفرنیا، به شهر ما که ایروان هست مسافرت میکردن. به مرتب به هر حال با ایشون من ارتباط داشتم، بسیار فعال بودن. هر گونه حادثه ای رو که اتفاق میافتاد در ایران زیر نظر داشتن، نظر میدادن و ما با هم دیگه صحبت میکردیم در رابطه با مسائل داخل ایران. به هر حال با کمال تأسف من اطلاع پیدا کردم که ایشون فوت کردن و این رو تسلیت میگم به همه دوستان و آشنایان و امید هست که خانواده ایشون عمر دراز داشته باشن. به خانواده ایشون تسلیت میگم. فعالیت های ایشون در کار نویسندگی بسیار مهارت داشتن، مطالبی رو میفرستادن، مینوشتن و میفرستادن برای همه دوستان و به هر حال برای کار تشکیلاتی هم فردی خیلی مرتب، منظم، با دیسیپلین و دائما در حال فعالیت مبارزاتی با جمهوری اسلامی. بنده خیلی کوتاه کردم سخن رو و دوستان دیگه اطلاعات بیشتری رو در خدمت شنوندگان و بینندگان خواهند گذاشت. متشکرم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ممتاز. این گروه ایرانیان وطن دوست به کسانی مانند شما و آقای مهندس پیمایی نیاز دارند و امیدواریم که کارها و کوشش هایی که شما دوستان در این راه کردید راه را بیشتر برای نسل آینده باز کنه و کسانی که امروز هستند آنها هم بیدار بشند و برای رهایی وطن کوشش کنند. بسیار سپاسگزارم از شما. جناب دکتر ممتاز، بندم به سهم خودم از جناب علی واقعا سپاسگزار هستم که قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید و امیدوار هستم که در جلسه یک شنبه 13 که از ساعت 3-5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد در محل المپیک کلکشن، جناب علی اونجا هم سرافراز بفرمایید. خیلی ممنون، سپاسگزار. بنده بدرود عرض میکنم خدمتتون. بدرود. چون برنامه‌ای که آقای مهندس پیمایی اجرا کردن در تلویزیون از 155 ویدیویی که تا به حال تهیه شده، شاید در حدود بیش از نصف به وسیله ایشون انجام شده یا با مشارکت ایشون انجام شده، این است که در این وقت محدود پایانی من از اتاق فرمان خواهش میکنم که دو تا کلیپی که از ایشون هست اینو به نوبت اجرا بفرمایند. خیلی متشکرم. اتاق فرمان، صدا نداره قربان. دن پخش کرد که گزارشگر اومده بود، یعنی مصاحبه کننده، از یه طرف میپرسید که آقا، یعنی جمله رو ببینید، منظورم اینه که بعد از جنگ اول بین المللی یک دولت هایی به وجود اومدن، مثلا اردن، سوریه، ایران، اینا دارای مرزهای جعلی بودن که با خونریزی این دولت ها تشکیل شده. ببینید چقدر وقاحت میخواد همون گزارشگر، یعنی انقدر شعور که حتما تا این حد حداقلش باید داشته باشه که بفهمه ایران 2500 سال فقط تاریخ مدون داره از دوران هخامنشی. قبل اونم تا برسیم به نمیدونم مسائل قبل از اون، دوران زرتشت یا قبل از اون، حالا با اونا کاری نه. ولی تو چطور اصلا این برنامه
تشکیل میده. اینا میدونید زمزمه است، یعنی غرب یکی از گزینه‌هاش هم تجزیه ایران. این از 3 سال 4 سال قبل از سقوط سلطنت محمد رضا شاه یا انقلاب فاجعه جمهوری اسلامی، برنارد لوئیس که یه یهودی انگلیسی تباره، این طرح به وسیله او تهیه و با پشتیبانی اسرائیل و انگلیس به حساب تهیه شد. پس بنابراین اینا اون طرحش هم ریختن. حالاش هم این زمزمه رو در بی بی سی انجام میده به این معنی است که بگه که بله ایران هم مسئله نیست، اینا مرزهای جعلی دارن. اینو میخواد ثابت کنه. منتها ایران رو میبنده بغل اردن. عرض بشود که یکی این یکی هم مسئله است که یکی از این تجزیه طلبا روز 29 اکتبر که روز شناخته شده از طرف سازمان ملل برای روز جهانی کوروش، جهانی که من اشتباه کردم، روز کوروش نامیده شده، یکی از تجزیه طلبای بدنام و بی سواد که دکترم به عنوان دکترم به خودش میبنده، اینو صدای امریکا آورده نشونده در اونجا مصاحبه میکنه و ازش میپرسه که آقا این مسئله کوروش و هخامنشی و تاریخ قدیم ایران، با خنده و مسخره تمسخر که اصلا لیاقت خودشو داره، یه آدم بی سر پاییه. البته خانواده‌اش آدم های بدی نبودن، این دیگه یکیش اینجوری در اومده. عرض بشه میگه نخیر آقا اصلا کوروشی وجود نداشته، هخامنشی چیه، اینا همش تاریخ ساختگیه. یعنی در یک زمان به فاصله یک ماه بی بی سی لندن ایران رو تاریخ جعلی معرفی میکنه، دارای مرزهای جعلی تعریف میکنه، صدای امریکا میره دنبال این همه ایرانی هست، این همه تاریخدان هست، این همه افراد باسواد هست، میره یه آدم بی سر پا رو که نمیدونم اصلا رفته کجا یه مدرک بالاتر از دیپلم گرفته، حالا به خودش هم دکترا میبنده، حالا در کانادا نشسته با آقای براهنی و اینا دار دسته تجزیه طلبا رو انداخت، اینو میاره. پس ببینید این مسئله ما اینه، باید ملت بدونه که این خارج غرب اینا هیچ کدومشون دلشون به ما نمیسوزه. این آذربایجانیه که باید از خاک خودش دفاع کنه، همون جور که در گذشته کرد، همون جور که در مشروطیت ستارخان و باقرخان کرد. تقریبا دو ماه قبل بود یک برنامه بی بی سی. بله، همونطوری که ملاحظه فرمودید بیانات مهندس نادر پیمایی واقعا از همه وجودش آگاهی میده و تمام وجود این میهن پرستی است و به خصوص در مورد تجزیه طلب ها فقط برای آذربایجان خیر. ایشون وقتی که راجع به تجزیه طلب ها صحبت میکنه و میکرد، منظور همه تجزیه طلب ها، چه برای آذربایجان، چه برای بلوچستان، چه برای کردستان و به خصوص برای اونهایی که دستور از کنم که انگلستان اینجا رو اسمش گذاشتن الاهواز، با هی حوتی هم می نویسن که کاملا عربی باشه و بعد دنبال تجزیه طلبی هستن، در صورت که الان مدارک و شواهد به خوبی هست، چندین بارم صحبت شده که اصلا پایه‌گذار این سازمان تجزیه طلبان اهواز فقط 5 نفر هستن و رهبرشون هم یه فرد انگلیسیه، مأمور سازمان اطلاعاتی و جاسوسیشون و دنبال این کار هستن. در حال بسیار سپاسگزار از اتاق فرمان، امیدوارم که اون کلیپ بعدی رو که فقط تصویرشون هست و گفتارشونه اونم بتوانن نشان بدن. خیلی متشکر اتاق فرمان. منظور من از نوشتن این جور مقالات در طی این چندین سالی که این بلا سر کشورمون اومده، تقریبا من 2 تا مطلب رو همیشه در نوشته هم تغییر میکنم. یکی این است که واقعا چون این رابطه نسل جوان ما رو با گذشته خودش به هر شکلی که میتونن قطع بکنن، یعنی اینا رو اصلا از هویتشون، ملیتشون، تاریخ و فرهنگ هر چی که دور میکنن، اون تاریخ واقعی را هم اینا با تحریف و عوض کردن به یه شکل دیگه به این به اصطلاح جوانای ما عرضه کنن. و
من یعنی به عنوان یک نسل قبل از این نسل جوان که هستیم، دو نسل هم حتی میشه حساب کرد، وظیفه خودم میدونم تا اونجایی که از این مسائل رو مطرح کنم. من در همین نوشتم هم حالا دو تا مطلب رو عرض میکنم که چیه. یکی بلا و بدبختی است که تقریبا 5 قرن قبل از دوران صفویه این ویروس، این میکروب، این هر چی که بخوایم بگیم، این بلا وارد مملکت ما شد. همینجور مثل این یه قده سرطانی ریشه دوون در تمام جامعه ما، از دهات گرفته نمیدونم بکوره و شهرستان ها و شهر و پایتخت و همه مملکت ما رو اینا آلوده کردن. خب ما در تمام این طول تاریخ فقط شاید 2 مورد بود که اینا رو، یعنی این میکروب و جلوش رو گرفتن، یعنی که یکی دوران نادرشاه افشار بود، یکی هم دوران رضا شاه بزرگ. این در 2 دوران اونم کوتاه مدت از این 500 سال یا 500 خورده سال ما تونستیم که از آفت اینا، از آسیب اینا تا حدودی جلوگیری بشه، یعنی شد. ولی خب این از به کل از بین نرفت، کما این که دیدیم دیگه در جریانات همین شوم 1357 چجوری این قده سرطانی به اصطلاح سر باز کرد. منظور من بسیار سپاسگزار از بینندگان عزیز، از جناب دکتر رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی استاد بنده و که معرف حضور همه بینندگان هستند، همینطور از جناب آقای دکتر کوپایی، پرویز کوپایی بنده بسیار سپاسگزار هستم که در این برنامه مشارکت فرمودند و بنده را یاری دادند. همینطوری که در این گفتارها دوستان ما را فرموده بودند، خصوصیات خلقی مهندس نادر پیمایی بسیار زیاد هستند که قابل توصیف نیست، ولی اونچه که دوستان اشاره فرمودند که ایشون هدف نهاییش نجات ایران بود و در این راه مطلقا گذشتی نداشت و از هیچ مقامی هم به اصطلاح ترس و وهمی نداشت و به محض اینکه یک مسئله مخالف عقیده، مخالف با ناسیونالیستی، مخالف با منافع ملت ایران مطرح میشد، سرسختانه می ایستاد و اصلا طاقتی نداشت که حتی یک شب بخوابه و روز بعد بخواد پاسخ بده. همون لحظه بلافاصله پاسخ تهیه می کرد و پخش می کرد. نه تنها اون، حتی با اینکه ایشون بسیار بسیار به من محبت داشت و واقعا من مرهون خدمات ایشون هستم، هرگاه از نهایی بندم مطلبی عنوان می شد که مطابق با میلش نبود، سرسختانه می ایستاد. در هر صورت بنده از باز مجدد جناب دکتر رهنوردی، جناب دکتر کوپایی تشکر میکنم و خدمت بینندگان عزیز بدرود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. بنده هم به نوبه خودم از جناب آقای دکتر نس، همونطوری که گفتم همیشه در این کارها پیش قدم بودن و پیشگام بودن، صمیمانه تشکر میکنم. از دکتر کوپایی هم تشکر میکنم که به ما پیوستن و برای همه بینندگان و هموطنان بهترین روزها رو آرزو میکنم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رهنوردی و همچنین از شما آقای دکتر نصر اصفهانی. بی اندازه سپاسگزارم به ویژه که این برنامه رو برای یادبود مهندس نادر پیمایی گذاشتید. ما قدر این دوستان رو میدونیم و همیشه در دل ما هستند و خواهند بود و کارهاشون هرگز فراموش نخواهد شد. امیدوارم شما هم در برنامه‌هایی که برای آینده ایران دارین و برای آزادی ایران دارین همیشه پیروز باشین. با سپاس فراوان. بنده در خاتمه یک بار دیگر یادآوری میکنم که در برنامه بزرگداشت مهندس نادر پیمایی که یک شنبه هفته آینده روز 13 ساعت 3-5 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن هست، ایرانیان عزیز تا حدی که میتوانن شرکت بفرمایند. بسیار سپاسگزار. بدرود. بدرود. Thank you.
سر دلاوران خاک مهربان گهواره آزادگان نوجوان ما ای نهال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی‌هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی‌گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم ما یار جان باختگان ما را هم گرامی داریم